ارتش اسرائیل تایید کرد که جنگنده های نیروی هوای این کشور اهدافی نظامی را در بندر حدیده، شهری در غرب یمن که تحت کنترل شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی هاست، بمباران کردند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پس از حمله پهپادی روز جمعه به تل آویو، اسرائیل میگوید بندر هدیده یمن در ساحل دریای سرخ را که تحت کنترل شبه نظامیان حوثی قرار دارد هدف قرار داده است. این حمله هوایی یک روز پس از آن صورت میگیرد که شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی ها در یمن اعلام کردند که تل آویو را با چندین پهپاد تهاجمی هدف قرار دادند. این حمله پهپادی بنا به آخرین گزارش‌ها علاوه بر تخریب یک ساختمان، یک کشته و چند مجروح به جا گذاشت. ارتش اسرائیل بلافاصله پس از این حمله وعده داده بود که انتقام آن را خواهد گرفت. جنگنده‌های اسرائیلی در پاسخ به این حمله روز شنبه 20 ژوئیه 30 تیر مواضع شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی‌ها در بندر هدیده را بمباران کردند. حوثی‌ها اما برخلاف ادعای اسرائیل مدعی هستند که این حملات را نیروهای آمریکایی و بریتانیایی انجام دادند و هدف عمده آنها تأسیسات نفتی در بندر هدیده بوده است. شبکه العربیه نیز با استناد به منابع خود اعلام کرد که این حملات با مشارکت آمریکا و بریتانیا صورت گرفته و 12 جنگنده پیشرفته اسرائیلی به همراه جنگنده های متحدین تأسیسات پالایش نفت در بندر هدیده را بمباران کردند. این در واقع نخستین حمله تایید شده از سوی اسرائیل علیه شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی ها در خاک این کشور به حساب می آید. حوثی ها که خود در یمن درگیر جنگ داخلی هستند، تا کنون با ادعای همبستگی با فلسطینیان غزه طی چند ماه گذشته حملاتی را در دریای سرخ و خلیج عدن علیه چند کشتی که ادعا شده با اسرائیل مرتبط بودند انجام دادند. شبه نظامیان شیعه زیدی هفته گذشته هشدار دادند تا زمانی که تجاوز اسرائیل به غزه متوقف نشود در گسترش عملیات نظامی خود تردید نخواهند کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد اندکی پیش جنگنده های اسرائیلی اهداف نظامی رژیم تروریستی حوثی را در منطقه بندر الهدیده در یمن مورد حمله قرار دادند. در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام نظامی در پاسخ به صدها حمله‌ای که شورشیان یمنی طی ماه‌های اخیر علیه اسرائیل انجام داده‌اند صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز شنبه طی نطقی تلویزیونی گفت: پیامی برای دشمنان اسرائیل دارم. اشتباه نکنید، ما در تمام جبهه‌ها و با تمامی وسایل از خود دفاع خواهیم کرد. هر کس به ما حمله کند، بهای سنگینی برای تجاوز خود خواهد پرداخت. از سوی دیگر، محمد البخیتی یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن که مناطق وسیعی از خاک این کشور از جمله بندر هدیده را تحت کنترل دارد، در واکنش به حملات روز شنبه به این بندر گفت اسرائیل بهای حملات خود را خواهد پرداخت. محمد عبدالسلام یکی از مقامات ارتش شبه نظامیان شیعه زیدی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حمله اسرائیل را به عنوان یک تجاوز وحشیانه محکوم کرد. به گفته عضو بلندپایه جنبش انصار الله، اسرائیل در این حمله تأسیسات ذخیره‌سازی سوخت و یک نیروگاه برق در الهدیده را هدف قرار داده تا یمن را برای توقف حمایت‌ها از فلسطینیان تحت فشار قرار دهد. وزارت بهداشت شبه نظامیان شیعه زیدی در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های تحت کنترل شبه نظامیان یمنی منتشر شد گفت در نتیجه حملات اسرائیل 3 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند که بسیاری از آنها
دچار سوختگی شدید شدند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، چشمانداز این حملات متقابل بین حوثی‌ها و اسرائیل‌ها در آینده چگونه پیش بینی می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز این بخش خبری. ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات عبادات عرض کنم خدمتتون، ببینید شاید بشه این حرکت رو اگر حوثی ها و انصار الله یمن در حمله به تل آویو انجام داده باشند، یک نوع اشتباهی رو در این موقعیت فعلی که حالا دو سه تا آیتمی رو که عرض میکنم خدمتتون با هم ممکنه در ارتباط باشه. با توجه به عملیات مشکوک طوفان الاقصا که منجر به گسترش درگیری ها و محرومیت مردم غزه از زندگی راحت شد و مشکلاتی که الان در رفح در جریانه که یقیناً به سود فلسطین و غزه تموم نشد، این عملیات مشکوک رو با توجه به انتخاباتی که در ایران برگزار شد و به هر حال رئیس جمهور منتخبی که با هیچ گونه پشتوانه حزبی و به صورت مستقیم و با صداقت کامل اومدن جلو، شاید بشه از جناح شکست خورده‌ای که در مقابل ایشون قرار داشت و این حرکات رو شاید پشتیبانی بکنن، باز هم این حرکت رو میشه به صورت مشکوک ارزیابی کرد. اما باز شدن رسمی پای اسرائیل به منطقه و شرکت در درگیری ها به صورت مستقیم و جوابی رو که داده که یقیناً به ضرر مردم یمن تمام خواهد شد، خیلی مثبت ارزیابی نمیشه، اونم توی این موقعیت با توجه در پیش بودن انتخابات امریکا که احتمال زیاد روی کار اومدن ترامپ باشه. شاید کورسوی ضعیفی رو که از صلح در منطقه ممکنه متصور بشیم این رو تحت شعاع قرار میده و در مجموع شاید این حرکت مشکوک بشه اسمی رو براش گذاشت به نام هیاهو برای هیچ، که من قبلا هم عرض کردم و به هر حال بهتره که یمن به سمت صلح و آشتی و اینکه قدرت زندگی رو به مردم برگردونه باید پیش بره. بله. این حرکات شاید در ظاهر نتیجه ای رو بشه ازش متصور شد، اما باطنن به نظرم خیلی صلاح نیست و باید حالا تا قبل از روی کار آمدن آقای ترامپ یا کسی دیگه که به هر حال تندروی رو خواهد داشت، این چشم‌انداز صلح رو مورد در حقیقت تهدید قرار ندیم. یمن خب زیر ساختهاش از بین رفته هست و با این حرکات بیشتر از بین میره و یمن رو به صورت به سمت فاجعه های بزرگتر پیش میبره. بله. در مجموع حرکت خیلی خوب و نتیجه خوبی رو ارزیابی نمی کنم و امیدواریم که با خویشتنداری و دخالت بزرگان و روی عقل اومدن به هر حال طرفین درگیر انشالله به سمت آرامش بیشتری بریم. سپاس از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.